Sir, if my memory serves me correctly, you visited Israel and you believe the Iranian people and the Israeli people can coexist in peace. What will it take to make that happen? Well, from Tehran to Tel Aviv, from Hamadan to Haifa, Iranians and Israelis know that this is not the Iranian people's war. This is Ali Khamenei, the dictator of this brutal regime's war. Iranians, together with the Israelis and Jews, hand in hand together, supporting each other and demonstrating to the whole world that we as a nation and Israel as a nation have our destiny intertwined. We cannot hope for any chance for peace and stability in the region until this regime is finally gone. I think it's important for the world to realize that the only obstacle to peace and stability and a better future lies on putting an end to this regime. It is time for the world to finally decide to endorse and back the Iranian people to topple this regime and put an end to all this madness. با درود و احترام خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند و درود و احترامی خاص خدمت جناب فرزام کرباسی بزرگوار، بسیار افتخار دارید که یک بار دیگه دعوت من رو پذیرفتید. اگر درود ابتدایی دارید خدمت بینندگان مطرح کنید تا بریم به سراغ اصل برنامه. بفهم. درود به شما آریای عزیز، خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم. برای منم افتخاری هستش که همیشه در خدمت شما باشم، با وجود با توجه به اینکه به هر حال افکار سیاسیمون، سن و سالمون، همه اینها دست به دست هم میده که خیلی برنامه راحت‌تر و احساس خوبی داشته باشم هر موقعی که با شما صحبت میکنم. درود به مخاطبین شما هم. باعث افتخار من جناب کرباسی عزیز و خیلی سپاسگزارم از مهرتون که وقتتون رو دوباره در اختیار من قرار دادید. من قبل از هر چیز 22 مهر ماه رو شاد باش بگم به هموطنان عزیز. زادروز ولیعظرت شهبانو فرح پهلوی بزرگوار هست، امیدوارم سایهشون همواره مستدام باشه، ملکه تاجدار ایران زمین. جناب اگر اجازه بدی شاد باشی بگم به ایشون. واقعا شهبانوی ایران به تمام معنا، چه زمانی که در ایران بودن، چه زمانی که تبعید شدن به خارج از ایران، فتنه 57، ولی ایشون همواره شهبانوی ایران بودن و هستند و امیدوارم که به زودی ایشون در ایران باشند و ما بتونیم از وجود ایشون استفاده ببریم، مانند همیشه نسل‌های سوخته پس از فتنه 57، نسل‌های قبلن که نسل‌های قبل از 57 اونها نعمتی رو که داشتند برخیشون قدرش رو ندونستن، ولی ماهایی که ندیدیم اون دوران رو حسرتش رو میخوریم و البته قدردان شهبانوی عزیز، پادشاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی، به طور کلی خانواده پهلوی هستیم. منم به نوبه خودم به ایشون شاد باش میگم. بی‌نهایت سپاسگزارم. جناب کرباسی عزیز، از آخرین باری که ما با هم صحبت کردیم اتفاقات خیلی شگفت انگیزی افتاده. یکی از دوستان به طنز نوشته بود در کامنت ها برای من که خب من عقاید آگنوستیکی دارم از به لحاظ عقیدتی، میگفتش که اون عزیز ما هم آتئیست بود، گفتش که ما آتئیست ها و آگنوستیک ها گویا باید پی ببریم که معجزات موسی حداقل بین پیامبران ادامه داره. در طی این مدت ما شاهد حذف هنیه بودیم، شاهد حذف نصرالله بودیم، شاهد عملیات خارق‌العاده پیجری بودیم، در هم کوبیده شدن حزب الله لبنان، تروریست‌های حزب الله لبنان بودیم و البته یک سری از عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داد، موشک پراکنی که کرد و مسائل متفاوت، و رسیدیم به همچین روزی، به همچین روزهایی که صحبت‌های متفاوتی مطرحه درباره نوع واکنش اسرائیل. از اون طرف در جامعه ایرانی خب ما شاهد جبهه‌گیری تمامی اوباش 57 در مقابل رضا شاه دوم و میهن‌پرستان و حامیان پادشاهی هستیم. شاهد پیام خیره کننده پهلوی سوم بودیم که واقعا بدون تعارف و بدون اغراق خاورمیانه رو لرزون. کلن من میخوام نظر حضرت عالی رو درباره تمام این مسائل، درباره ماجرای درگیری جمهوری اسلامی با اسرائیل،
عواقبش، اتفاقاتی که پیش رو است و سایر مسائل بدونم. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. همونطور که گفتی خیلی خارق‌العاده هستش روزهایی که در اون هستیم، روزهایی که پشت سر گذاشتیم. انتظار نمیرفت، حداقل برای برخی از ماهایی که کار روزنامه نگاری، کار سیاسی میکنیم، برای ماها هم غیر قابل باور بود، چه برسه به مردم و البته همون بخشی که گفتید اوباش 57، چه پیر چه جوون فرق نمیکنه، اونهایی که افکار 57 دارن، برای اونها بیشتر دردآور و خیره کننده و شوک آور بوده. ولی اگر بخوایم حالا بررسی بکنیم که خیلی طولانی میشه، ولی این نبرد نه تنها از 7 اکتبر 23 سال گذشته که یک سال و چند روز از اون میگذره آغاز شد، قبلتر از اون، حتی قبل از فتنه 57 برمیگرده. افکار خمینی، افکار مالی خولیایی روانپریشی به اسم خمینی بود که قبل از اینکه دهه ها قبل از اینکه به قدرت برسه، همین تروریست های 57 کمونیست، اونها جاده صافکن بشن، مجاهدین خلق، همه اینها جاده صافکن خمینی بشن، دهه ها قبل از این بود که این روان پریش افکار ضد یهودی داشت و ضد اسرائیلی داشته. و البته که وقتی که به قدرت رسید با وجود ثروتی که به یغما رفت و به غنیمت گرفت از ایران، خب تونست که اون افکارش رو تا حدی پیاده بکنه. تا زمانی که زنده بود در جنگ ایران و عراق میگفت که راه قدس از کربلا میگذرد و فلان و از این خزعبلاتی که میگفت، که بعدش که رسید به خامنه ای و اون هم همچنان این افکار رو داشت. به هر حال بخش بزرگی از افکار اسلامیست ها ضد یهود بودنه، نه ضد اسرائیل، به طور کلی از ریشه ضد یهود هستن. و البته که کمونیست ها هم اون افکار ضد یهودی رو به نوع دیگری دارن. اینها با هم خیلی وجه اشتراک دارن. یک مسلمان ها یک کتاب دارن به اسم قرآن، یک پیغمبر دارن به اسم محمد. کمونیست ها هم یک کتاب دارن به اسم کتابی که منصوب و نوشته مارکس است، پیغمبرشون مارکسه، و کتابی هم که کتاب مقدسشون هم کتابی است که مارکس نوشته. به هر حال تا رسیدیم به زمانی که این صحبت‌های خامنه‌ای که نمیدونم اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه و همه فکر میکردن که نه، این فقط در حد شعار هست و عملی نخواهد شد، غافل از این که اینها با این دست‌های تروریستی که برای خودشون در منطقه درست کرده بودند، خب به هر حال زمانی که اگه دستشون برسه یک ضربه‌ای خواهند زد به اسرائیل، که اون رو دیدیم در 7 اکتبر سال گذشته این اقدام صورت گرفت و خامنه‌ای اومد خیلی به صراحت در روزهای پس از اون وایساد و گفت که ما دست‌های این افرادی رو که این در واقع این فاجعه رو از دید ما و این از دید اونها این حادثه مهم تاریخی و نمیدونم فلان رو رقم زدن میبوسیم. یعنی اونجا خودش گفت که آقا ما دست داشتیم در این مسئله، اگر که خودمون هم در اونجا حضور نداشتیم مستقیم، ما این کار رو غیر مستقیم انجام دادیم. خب کی نمیدونه این مسئله رو که اگر حماس جمهوری اسلامی پشتش نباشه از کجا میاره موشک و از کجا میاره اون مسئله مالیش رو از کجا تأمین میکنه. بماند که حزب الله، خود حسن نصرالله به صراحت بارها و بارها عنوان کرد که اگر ایران، تا زمانی که ایران پول داره ما هم داریم. خب همه اینها هم نشون میده که دستی به جز دست جمهوری اسلامی در این مسئله نبوده. و اسرائیل از 8 اکتبر حزب الله موشک پرانی رو آغاز کرد و حماس هم که نبردش ادامه داشت و نبرد از اونجا آغاز شد. نبرد یعنی در میدان این مسئله خودش رو نشون داد، در عمل نشون دادن به دنیا که اینها فقط شعار نمیدن و زمانی هم که دستشون برسه اقدام عملی صورت میدن که زن حامله رو شکمش رو پاره بکنند و بکشنش و نوزاد رو هم در بیارن در داخل فر بگذارن که تبدیل به زغال بشه و ده ها مورد دیگری که خودشون فیلم گرفتن. این چیزی نیست که ما بخوایم راجبش صحبت بکنیم. خود حماسی ها زمانی که این فجایع رو رخ میدادن فیلم گرفتن و دیگه هست، سندش هست. به هر حال
از اون زمان از 8 اکتبر به بعد این نبرد اسرائیل آغاز شده تا به امروز و هر جایی که در غزه اگر اسرائیل کمی سرش خلوتتر شد و مطمئن شد که دیگه اون حماس قبلی وجود نداره، حالا میگن که حماس از بین نمیره، بله تفکرش از بین نمیره ولی سازمانش، اون چارت سازمانیش به هم ریخته، اومد سر وقت حزب الله در مرزهای شمالیش اسرائیل و دیدیم که چه نشون داد که این بار کمر همت رو بسته و میخواد این ریشه رو بزنه، دیگه نمیخواد شاخ و برگ رو بزنه، چهار تا تروریست رو بزنه، نه میخواد ریشه این مسئله رو بخشکونه که میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده. من یه پرسش اینجا بپرسم چون تا تو بحث حزب الله هستید اینو میخوام بپرسم. شما با رادیو اسرائیل همکاری کردید در طی سالهای متفاوتی، یه سوالی همینجا اگه میشه جواب بدید بعد ادامه صحبتاتون رو بشنویم. تا به حال به خاطر دارید زمانی رو که اوضای حزب الله لبنان، تروریست های حزب الله لبنان به چنین وضعی افتاده باشه، یعنی نه. از نوک هرم تا فرماندهان میانی خونسا شده باشن، در این حال اخباری که ما شاهدش هستیم اینه که بندر بیروت، فرودگاه بیروت و تمام اینها رو از دست اونها در آوردن و شما اصلا خاطرتون میاد یه همچین نوع برخورد، یعنی به نظر من دقیقا همون کمر همت بستنه، درست عرض میکنم یا نظر مستانه؟ نه 100%. ببینید این نبرد اسرائیل با تروریستای حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و همه اینها ادامه همیشه بوده، همیشه این بوده، موشک پرانی ها بوده در طول این سال ها و این چیز جدیدی نیست و اینکه اسرائیل بخواد این سرکردگان اینها رو، این گروه های تروریستی رو بزنه، این هم بوده. ببینید مثلا یه نمونه، خود یحیی سنوار، نمیدونم بدونید یا نه، این آدم، این تروریست سالها در زندان های اسرائیل بوده، تومور مغزی داشته، فرستادنش بهترین بیمارستان تل آویو، این عمل جراحی کرده و حالش خوب شده. ببینید همیشه این نبرد بوده ولی در این حدی که مثلا شما نصرالله رو زدن و حالا یک تروریست دیگری میخواد جایگزین اون بشه، اون رو میزنن، یعنی به 2-3 روز نمیکشه اون رو میزنن، اونی که میخواد جانشین یکی بشه اون رو هم میزنن. این نشون میده که اینها میخوان این سلول های سرطانی رو تا سر در میارن بزنن و این بی سابقه بوده، این تا حالا سابقه نداشته، پیجرها بی سابقه بوده. در این حال شما 4-5 هزار تروریست رو یا کسانی که ربط به این تروریست ها داشتن، خب اگر که من یک دوست حزب الله داشتم یه پیجری به من داده، من یه ربطی به حزب الله داشتم، ولی این پیجر دسته یه فرد عادی لبنانی نمیتونه باشه. خب این نشون میده که اینها همونطور که گفتم کمر همت رو بستن و این بی سابقه بوده، اصلا سابقه نداشته، نبرد همیشه بوده، زد و خورد بوده، عملیات های برای خونسا کردن افرادی بوده همیشه، به طورش مستقیم بخوان بزنن موساد، خب کارش به هر حال در طول دهه ها همین بوده، از زمانی که آیشمن رو از آرژانتین دزدیدن و آوردنش اسرائیل و اون رو محاکمه کردند این بوده تا به الان، از جنگ جهانی دوم که افراد یهودی، افراد میهن پرست یهودی سازمانهایی رو تشکیل دادن و به دنبال نازی ها در گوشه گوشه جهان گشتن و اونها رو پیدا کردن و اونها رو یا خونسا کردن در محلی که بودن یا به هر حال به هر ترتیبی این بوده. و اتفاقا حالا من یه پرانتز اینجا باز کنم، این یه چیزی است که ما در آینده ایران باید یاد بگیریم، ما ایرانیان نباید همه مسئولیت رو بگذاریم بر عهده دولت ملی ایران، ما به عنوان ایرانی وظیفه داریم از پولمون، از همه چیمون بگذاریم و دونه دونه این افرادی رو که به ما 45 سال زندگی ما رو نابود کردن، اونها رو در هر جای جهان هستن پیدا بکنیم، ثروت هامون ازشون پس بگیریم و حالا به هر حال هر برخوردی که میخوایم. این یه چیزی که باید یاد بگیریم، ما همه مسئولیت رو نباید بگذاریم بر عهده دولت. ولی برگردم به این مسئله، این مسئله به اینجا رسیده و به اینجا ختم نمیشه، باید تصویر بزرگتر رو دید که اسرائیل و ایران و ملت ایران دشمن مشترک دارند و حالا چه باید بکنن با این دشمن مشترک رو در ادامه برنامه بهش میپردازید. بفرمایید.
من دو تا نکته در تایید فرمایشتون بگم. یکی این که چیزی که من میدیدم و بررسی میکردم در طی این سالها و حالا بعدا هم مطالعه کردم این بوده که می اومدن حملاتی رو به اسرائیل انجام میدادن، این گروه های نیابتی و تروریست ها و اینا، اسرائیل یه پاسخ کوبنده‌ای در چند روز محدود میداد و دوباره سازمان های حقوق بشری، ارتجاع سرخ و سیاه جهانی و و و اینها اسرائیل رو می بردن توی لاکی که دیگه بس سر مسائل حقوق بشری کاری نکن. نه، این دفعه زیر بار این قضایا اسرائیل نرفته، یعنی داره کار رو ادامه میده برعکس دفعه های قبل. یکی این مسئله است که دیگه درباره این بحث شکار نازی ها که گفتید، من توی برنامه گفتم که خیلی از کسانی که الان تحت عنوان اپوزیسیون دارن خارج از کشور به رضا شاه دوم میتازن، نمیذارند که یک محوریتی از سمت همه حولشون شکل بگیره، البته شکست میخوره ولی تلاششون رو دارن میکنن و اینا. خب اینا مسئله اصلیشون اینه که چنان روابطی با جمهوری اسلامی دارند، چنان پرونده های مالی و پولشویی و خونفروشی و خونشویی و اینا دارن که اینها نگران این هستن که جمهوری اسلامی سقوط کنه و اتفاقا حتی اگرم برنگردن به ایران همون طرح شکار نازی ها در موردشون صورت بگیره و بس برای باید پاسخوی ملت ایران باشن. ببینید درباره بحث رویاروی جمهوری اسلامی با اسرائیل، من یه مسائل رو میگم خدمتتون و میخوام تحلیل شما رو بشنوم. ببینید اولا این که ما شورش 57 رو انجام ندیم. ما در طی این سالها دور اسرائیل گروه های تروریستی نیابتی ایجاد نکردیم. ما در 7 اکتبر بعد از اون عملیات وحشیانه و جنایتکارانه شیرینی بخش نکردیم. و خب ارتجاع غالب و مغلوب 57، چه جمهوری اسلامی چه ارتجاع سرخ حامیش و اینها به لحاظ بیماری های روانی ایدئولوژیک خودشون، یه سریشون میخواستن اسرائیل رو محو کنن از روی کره زمین، یه سری دیگه هم که مسائل ایدئولوژیک داشتن با اسرائیل. پس اولین چیزی که هست اینه که این جیغ و داد های فریاد های اینا بر سر میهن پرستان خیلی هم وقیحانه است، یعنی آدم باورش نمیشه، کسانی که خودشون ایران رو به این مسیر کشوندن و هم سرشار از دروغ و ریاست مثل بقیه مسائلش. یکی اینو میخواستم بگم. یکی دیگه از مسائل این است که من دیدم پروپاگاندایی به پا کردند تحت مقایسه جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل با جنگ ایران و عراق، که حالا سرمنشأ این پروپاگاندا هم یکی از رسانه‌های لس‌آنجلسی بود بمانه، ولی من مسئله رو که میخواستم اینجا بگم این استش که ببینید در جنگ ایران و عراق با وجود این که خمینی تحریک کرد صدام رو، بهانه بهش داد، یه واقعیتی وجود داره که ما با یه صدامی طرف بودیم که صدام عقاید پان عربیستی تهاجمی داشت و میخواست یکی از استانها ایران، استان خوزستان رو به خاک خودش ملحق کنه، دید اینطوری و تمامیت ارضی ایران داشت، اسم نوردش رو قادسیه دوم گذاشت و حتی زمان پادشاه هم میخواست به ایران حمله کنه، مرز اروندرود رو تغییر داده بود که اون موقع در مقابل عظمت شاهنشاهی ایران خب سرخم کرد بدون شده که گلوله تسلیم شد. ولی صدام با ایران مسئله داشت، قصد این رو داشت که یکی از استانها ایران رو به خودش ملحق کنه، در سر مردم ایران در شهرها بمب فرو ریخت. و حرفی که میخوام بزنم اینه که با وجود تحریکات خمینی حتی در وجود همین جمهوری اسلامی هم جهان نهایتا صدام رو متجاوز خوند و ایرانی ها هم برای حراست از ایران رفتن در اون جنگ شرکت کرد. الان این طرف ماجرا ما شاهد این هستیم که کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی دو مرحله اومده به خاک اسرائیل موشک پراکنی کرده. این اولا اونجا متجاوز در نهایت عراق بود، اینجا متجاوز جمهوری اسلامیه. دوما مسئله دیگه اینه که اسرائیل
اصلا مسئلهش اون اهداف صدام نیست یه استان ایران رو به خاک خودش ملحق بکنه یا مسائل این چنینی و اینها. و در واقع ما شاهد این هستیم که در این وضعیت کنونی جمهوری اسلامی هدفش محو اسرائیله. اگه اون موقع صدام هدفش الحاق استان خوزستان به خودش بود و اگر اون موقع ایرانیان هدفشون حفظ ایران بود، الان اسرائیلیا هدفشون بقاست. و در این شرایط من واقعا نمیدونم چی باید گفت به کسانی که انتظار دارن ملت ایران و میهن پرستانی که هیچ نقشی در این مسیری که ایران درش افتاده نداشتن بیان تحت پروپاگاندای ملی گرایانه در کنار جمهوری اسلامی متجاوز و این بیماران روانی قرار بگیرن. در مورد این مسائل اگر صحبت دارید بفرمایید تا برسیم به یه بحث دیگه، چون پروپاگاندای دیگه هم مطرح می‌کنه. بله، قبل از اینکه به این مسائل مهمی که اشاره کردیم صحبت کنیم راجبش، همون چیزی که گفتید، ببینید چپ جهانی و به طور کل این جهانگرایان که هستند، هر فاجعه‌ای که به سر اسرائیل میاد روز اول با اون همدردی میکنن، روز دوم اون رو محکوم میکنن. روز اول این که خب حالا این بدبختی که سرت اومده، این همه آدم کشته شده توی خیابونات، تروریستا با چاقو و هر چی که دم دستشون میرسه شهروندان بیگناه رو میکشن، نمیدونم اسلحه میبرن در دیسکوهای شهرهای مختلف اسرائیل جوانها رو میکشن، خب حالا ما اون رو محکوم میکنیم. روز دوم که اسرائیل میخواد جواب بده، اون رو محکوم میکنن که نه دیگه، حالا تو نمیخواد محکوم پاسخی بدی، ای بابا این که نشد. در مورد 7 اکتبر که دیگه به شدت اسرائیل، این در واقع بعد از هولوکاست این بزرگترین کشتاری بود که از یهودیان در خاک اونها افراد بیگناه شهروندان عادی کشته شدن. حالا این یه پرانتزی بود که گفتم چون بهش اشاره کردی، این همیشه بوده، روز اول محکوم میکنن اون جنایتی رو که به سر اسرائیل اومده، روز دوم خود اسرائیل رو محکوم میکنن، که دیگه میبینیم خیلی اتفاقا این بار اسرائیل و دولت اسرائیل به طور درست این کارها رو داره انجام میده، تا حدی که دبیر کل سابقا چریک سازمان ملل رو، یک جای خیلی مزخرفی رو، بی خودی رو، راه نمیده، بهش ویزا نمیده، به درستترین کار ممکن رو میکنه. تا این حد ببینید که این دولت جدی هست در این مسئله. اما بپردازیم به این شو مسخره‌ای که این 57 ها همشون، از چپش بگیر تا اسلامیست‌هاش تا تجزیه طلبان، شما فکر کنید مسخره ترین، خنده‌دار ترین تیفی که در این چند روزه آفتاب بالانس زدن و ملق زدن در این سیرک، این تجزیه طلبان بودن. آقایی که اسم میارم، آقای کاوه آهنگری، سابقا عثمان نمیدونم از قندی هر اسمی که داره، اومده میگه که وای ایران از دست رفت، در جایی که خودش 6 ماه پیش یا چند ماه پیش اومده رسما در اون صفحات مجازیش اعلام کرده آقا من دیگه ایرانی نیستم. خب تو غلط میکنی میای در مورد ایران صحبت میکنی، بی جا میکنی که میای راجع به ایران صحبت میکنی، توی تجزیه طلب دیگه، واقعا دیگه نمیشه، جای هیچ ملاحظه و در لفافه صحبت کردن نیست. ببینید در این حد مسخره است، نباید در واقع گول این حرفا رو خورد، نباید در زمین اینها بازی کرد، در این زیر این برچسب و با این پوشش که شما دارید کاری رو که مجاهدین خر، اصلا قابل مقایسه نیست. صدام حسین دشمن ایران و ایرانی بود و هیچ سنخیتی نداشت با ایران، دشمن بود، چه در اصلا اعراب به طور کلی. حالا ما کشورهای در آینده ایران آزاد که به زودی شاهد اون خواهیم بود، کشورهای عرب دوستان ایران خواهند بود، اما دو کشور تاریخی در خاورمیانه هستند که دوستان طبیعی یکدیگرند، ایران و اسرائیلند. این دو کشور دوستان طبیعی و خیلی دیگه ریشه دار، این دوستی ریشه دار هست. اسرائیل این رو خوب میدونه که در خاورمیانه اون اعرابی که میان باش پیمان ابراهیم میبندن از سر زور هست، از سر این هست که نفت رو میدونن تا چند سباه دیگری براشون میمونه، میدونن که این کشور یک کشور دانش بنیان هست و به دردشون میخوره. عربستان سعودی، در پرانتز باز بگم، سالهاست با اسرائیل در تماس هست
و این تماس ها ادامه داره، ولی خب در اسان عمومی اعلام نمیشه تا روزش که برسه. حالا روزش زمانی هستش که یک ایران آزاد باشه و یک خاورمیانه آروم باشه که امیدواریم به زودی برسه. نباید گول اینها رو خورد و یک شو مسخره است از همه اینها بدون تعارف، اینهایی که بیانیه صادر میکنند و وای ضد جنگ و وای کوله پشتی های نمیدونم چه، اون آقایی که روی سن آقای داریوش میگه کوله پشتی در اون نمیدونم صلح و آزادی نیست، آقای اصغر سپهری برادر بانوی مبارز فاطمه سپهری جواب خوبی به ایشون داد در توییتر، گفت که آقا اون زمانی که تو برای تروریستای سیاه کل آواز میخوندی در کوله پشتی اونها چی بود؟ اینها همه یک زنجیره نامرئی هستن، یک زنجیروار به هم مربوطن. این اتفاقی نیست که همه پنجاهات نگاه بکنید ببینید کیا هستن که مخالف این مسئله هستن، با این تأکید که اسرائیل نشون داده در همین دو سه ماه اخیر که چجوری میزنه، اگر ضربه بزنه به جمهوری اسلامی چجوری میزنه، مردم عادی رو برای چی بخواد حمله بکنه، مردم عادی کشته بشن، اصلا این کار رو نخواهد کرد. این یک ضرباتی هست که اونطور که گفته میشه و وزیر دفاع اسرائیل میگه، اولا که اصلا نمیدونن از کجا میخورن، دوم این که خیلی دقیق خواهد بود، یعنی تا جایی که ممکنه تلفات انسانی مردم عادی رو نخواهد داشت. نشون داده اسرائیل، نشون داده که چجوری میزنه، دقیق خواهد بود. به این خاطر من میگم که هیچ تلفاتی نخواهد داشت و غافلگیر کننده خواهد بود، که اصلا اونم نشون داده که این است که جنگ نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی خواهد بود. و اگر من و شما ایرانی خواهان ضعیف شدن جمهوری اسلامی هستیم، در حدی که وقتی ملت ایران بره توی خیابونها اینها نتونن مردم رو بکشن، این خواسته فکر میکنم هر ایرانی ملیگرا هستش. شما ببینید در آبان 98 اینها در 3-4 روز چند هزار نفر رو کشتن، در همین 1401 چند صد نفر رو کور کردند. آخه اینایی که میگن ملیگرا، اینا همه اینایی که داد وای ضد جنگ برمیارن، شما همین دو ماه پیش رفتی به مسعود پزشکیان رأی دادی، من چجوری باور کنم که تو داری برای ایران بیانیه صادر میکنی؟ نه، شما داری برای جمهوری اسلامی، برای اینکه غافلگیر شدی. از بذاری من اینو بگم، از دو موضوع اینا دردناکه براشون، شب و روز ندارن. شما ببینید در کلاب هاست شد دو موضوع، یک اینکه اصلا فکرشو نمیکردن که دولت اسرائیل بیاد و بخواد در این حد بخواد ضربه بزنه به رژیم، دو به میدان آمدن جانانه شاهزاده رضا پهلوی، شهریار ایران، پادشاه در تبعید ایران، رضا شاه دوم، بخواد این گونه خیال مردم و خیال کشورهای عربی رو راحت بکنه که آقا اگر این رژیم افتاد شما نگران نباشید، ما ملیگرایان یک ائتلافی تشکیل شده از ملیگرایان در داخل و در خارج، و این واقعیه، اصلا شعار و بلوف و نمیدونم اینا نیست. شما انیرانیان، شما 57 ها لازم نیست که بدونید چه اتفاقاتی در پشت پرده خواهد افتاد. شما ستون پنجم جمهوری اسلامی هستید، لازم نیست ما به شما بگیم که چه برنامه‌ای در پشت پرده انجام شده، که اگر روزش برسه و این افراد در داخل ایران بیان و خودشون رو معرفی بکنن به عنوان آلترناتیو، همه مردم اونها رو قبول خواهند کرد، چرا که نشون داده میشه که اینها در طیف در سمت مردم بودن. در هر صورت سخن رو کوتاه کنم، ببخشید که طولانی شد. اینها از دو مسئله، همونطور که گفتم، اقدامات دولت اسرائیل که خیلی جدی است و اینها بهتر از من و شما میدونن که این مسائل جدیه، شوخی نداره، از این خیلی ترسیدن. یه مسئله دیگه ای هست که اینها میترسن از بک‌گراندشون، میدونن که با رژیم کار کردن و این اسرائیل بهتر از هر کسی اتفاقا میدونه که اینها چه کارهایی با چه مقاماتی انجام دادن و اونها هم لو میره. و مسئله مهمتر اون به میدان آمدن، البته شاهزاده همیشه در طول این 45 سال بودن، ولی این بار خیلی رسمی و جدی، و بازخوردهایی همونطور که شما هم در سخنانتون گفتید، جهان عرب، شخصیت‌های مهم کشورهای عربی
بیشتر از ما ایرانی‌ها ریتوییت کردن. اصلا خیلی حیرت آوره. ببینید اینها دل خونی دارن، نشون میده که اینها هم یک شخصیت، من امروز دیدم توییتش رو، نمیدونم حالا چه مقامی داره، مال عربستان، به فارسی توییت زده، حالا توییت که میگیم این اکس جدید، که آقا من آرزو دارم بیام در ایران مسافرت کنم، بیام اون کشور تاریخی رو ببینم. اینا نشون میده که اینا بیشتر از ما، و نه حالا بیشتر از ما، کمتر از ما نیستن که بخوان این رژیم بره. و همه اینها 57 ها در دو سوی تروریست های کمونیست و تروریست های اسلامیست رو دیوانه کرده. شما ببینید در کلاب هاوس همین پریشب آقای نامور حقیقی در کانادا، آقای فرج سرکوهی، آقای فرخ نگهدار چه کار میکنن، چه جوری به سر و کله خودشون میکوبن که بلکه بتونن این رژیم رو نجات بدن. اما من فکر نمی کنم این بار این به موفقیتی دست پیدا بکنن. ببخشید طولانی شد. نه درست و بسیار لذت برده. من یه نکته بگم، حالا عوام نمی کنم عوض شد، توی برنامه هم گفتم، توی تلگرام هم نوشتم که اگر دور از جونمون خدای نکرده ما امشب بخوابیم و فردا دیگه طرفدار پادشاهی نباشیم، این چیزی که من از اعراب میبینم تا اینا تاج المسجد رضا شاه دوم نذارن ولکن نیست، حتی اگه ما هم نخواهیم. دقیقا. نه این وظیفه ماست، البته وظیفه ما ایرانیانه که تا نفس داریم پشت ایشون باشیم. بفرمایید. برای شوخی گفتم، یعنی دارم میگم که برای اینکه اینقدر اینا مشتاقن، آخه یه دلیلی هم، ببینید یه مسئله هم داره جناب کرباسی. ببینید آریامهر بزرگ نقش پدر منطقه رو داشت، همونطوری که بسیاری از اسرائیلی ها نام و یاد ایشون رو به نیکی یاد میکنن، خیلی از اعراب هم اون زمان عکس خانواده پادشاهی هستن تو خونه شون، تو مغازه هاشون، تو رستوران شون، اینا بود. اینا هم خسته شدن دیگه از این وضع هلال شیمی را بندازن فلان اینا. یه نکته مهمی رو شما گفتید درباره اون. ببینید خود رضا شاه دوم نفر اول داوطلب شرکت در جنگ ایران عراق بود برای حراست از ایران، برای اینکه بحث تمامیت ارضی ایران بود، برای اینکه بحث تجزیه ایران بود، برای اینکه بحث الحاق خوزستان بود، و اون جنگ ملی میهنی بود که مجاهدین خیانت کردند و رفتن با کسی که ضد ایران بود همکار شدند. این جنگ جنگ خامنه ای است، جنگ ملی میهنی نیست، اصلا قیاس مالفارقه. و اینکه ببینید حالا اینجا یه مسئله من میخوام مطرح کنم، باز نظر شما رو بدم، اینم خیلی مهمه. ببینید هم شما اسرائیل رو بهتر از من میشناسید، اسرائیلی ها رو به طور کل، هم بالاخره من خیلی مطالعه داشتم در مورد اسرائیل، خصوصا اون بحثش که مربوط به ایران. ببینید ما طیفای گوناگونی در اسرائیل داریم، مثل هر کشوری در جهان، اینطوری نیست که اسرائیل یه آدم باشه. خب در اسرائیل ما از گذشته طرفداران دکترین پیرامونی بن گوریون رو داشتیم که اینا اصلا طرفدار یک ایران قدرتمند درست حسابی بودن. اون موقع هم با ایران شاهنشاهی بهترین روابط رو داشتن، خصوصا وقتی بحث پان عربیسم ناصر مطرح شد. شادروان ژنرال موشه دایان هم یکی از همین افراد پیرو به این تفکر دکترین بود. خب در کنارش در اسرائیل ما آدم‌ها، شخصیت‌ها، افراد و طیف‌های ایران ستیز هم داشته و داریم، از برندا شفرش بگیرید تا هنری لویش بگیرید تا برنارد لوئیسش بگیرید تا اینا. یک طیفی هم که طیف مهم به نظر من، شاید گسترده‌ترین طیفه، طیف خونسایی است که بنابر شرایط زمان و مکان سیاست خودش رو تعیین می‌کنه. حالا ما یه چیزی رو داریم میبینیم، یه اتفاقی پیش اومده که ما انجام ندادیم، ما نقشی درش نداشتیم و به اسرائیل تجاوز شده، و اسرائیل به خاطر بقای خودش، برای بازدارندگی از چنین اتفاقاتی در آینده حتی در تاریخ ثبت شه، خب پاسخ خواهد داد. حالا در این وضعیت که ما درش نقشی نداشتیم، ما هم اینجا وقتی مطرح میکنم، مقصودم کل جبهه میهن‌پرستان به سرکردگی شخص رضا شاه دوم پهلوی سوم. حالا اینجا ما شاهد این هستیم که در طی تمام این سالهای اخیر رضا شاه دوم در رأس قضیه و میهن‌پرستان در حمایت از ایشون اومدند، یک حرکت درست سیاسی انجام دادند و
برای اینکه به اسرائیلی ها بفهمونن و به هیئت حاکمه و سیاسیون کنونی اسرائیل بفهمونن که آقای اسرائیل، خانم اسرائیل، شما اگر به فکر ایران و آینده و مسائل متفاوت در منطقه هستی، به جای اینکه از یه طرف بری به سراغ اون طیفای ایران ستیز تو، هنری لوی ها تو، برنارد لویزا تو اینا، از طرف دیگه به جای اینکه با یه سری از گروهک ها و سازمان های تروریستی تجزیه طلب ایرانی کار بکنی و طرف حساب بشی، بیا طرف حساب شو با کسانی که حامی ایران یک پارچه‌اند، کسانی که میهن پرستند، کسانی که حامی تمامیت ارضی ایرانند، هویت ملی ایرانند، اینها. و این اتفاق افتاد در اسرائیل که حاصل تلاش‌های شخص رضا شاه دوم، اون سفر تاریخیشون، حمایت‌های میهن پرستان و اینها بود که نتیجه این ماجرا هم این هست که در حال حاضر اسرائیل بین مردم ایران و حکومت تفاوت گذاشته. اسرائیل اگر میخواست این کاری که جمهوری اسلامی بکنه، همین الان باید شهرها ایران رو بمبارون میکرد، تمام شهرها ایران رو میگرفت زیر و ما میدونیم که چه توان نظامی داره و چه حمایت هایی هم به هر حال میتونه ازش صورت خواهد گرفت. برحال یکی اون هست. و اسرائیل به نفع خودش در همراهی افکار عمومی مردم ایران با خودش پی برده و این یه بخش ماجراست. از طرف دیگه هم برای آینده و اون روزهای بحرانی و اینها هم دیگه اسرائیل طرف حساب نیست، حداقل اون حلقه قدرتش که الان سر کار، طرف حساب نیست با چه طیفای ایران ستیز اسرائیلی چه طیفای ایران ستیز ایرانی. و خب این خودش بزرگترین حرکت در راستای حراست از منافع ملی بود که رضا شاه دوم انجام داد و حامیان ایشون هم حمایت کردن. وقتی ایرانیان سندویت اسرائیل رو دارن ترند میکنن، وقتی حمایت ها رو میکنن، ما نتایجش هم میبینیم دیگه. مگه 4 تا دونه نماینده مجلس اسرائیل نرفته بودن اون نامه کذایی رو نوشته بودن؟ با یه تشر رضا شاه دوم و میان پرستان حامی ایشون همه اومدن گفتن غلط کردیم، پس گرفتن اون قضیه. یعنی میخوام بگم این جنبه ماجرا هم یه چیز، یه جنبه دیگه است که حالا 57 و اینا دارن خودشون رو میکشن و دارن سکته میکنن که خب یک همچین یارگیری از هر دو طرف صورت گرفته که به نفع هر دو طرفه. هم اسرائیل، من فکر نمیکنم ملتی در منطقه اندازه ملت ایران حامیش باشن تو این جنگ با تروریسمش، هم بالاخره مردم ایران در مقابله با اون اختاپوس دارن میبینن که ضربات اسرائیل کمکشون میکنه برای رسیدن به آزادی. در این موارد اگر صحبت دارید بفهمید تا من مسئله آخر رو در بخش نهایی مطرح کنم. بفهمید. نه ببینید، دقیقا نکات مهمی رو اشاره کردید که من با همش موافقم. اضافه بکنم یه چیزی به این. اولا که اسرائیل بخواد هر اقدامی در ایران انجام بده بر علیه رژیم، اول به خاطر منافع خودش خواهد کرد و دوم به خاطر، میگم، دشمنی مشترک داریم. ما یه دشمن مشترک داریم، جمهوری اسلامیه که دشمن ملت ایرانه و دشمن اسرائیل، و اتفاقا اقدامات عملی کرده برای نابودی هر دو طرف. شما ببینید یک دشمن، یک اشغالگری اگه میومد داخل ایران، همین کارهایی رو میکرد که جمهوری اسلامی در این 45 ساله کرده. نمی‌کرد. اصلا من یه اشغالگر اگر میومد رودخونه همونو خشک نمی‌کرد. حالا بخش محیط زیست که دیگه فاجعه است. دقیقا درست میگی، اون شاید خیلی کمتر، خیلی ده‌ها برابر کمتر این کار رو انجام میداد که این اراذل رو اوباش کردند و دانسته کردند این کار رو بماند. پس این اسرائیل اگر حمله بکنه به شخصیت‌های این رژیم، حالا میگیم شخصیت ها، همین اراذل اوباش از خامنه‌ای بگی تا بقیهشون، این کارو بکنه، اول به خاطر خودشه و دوم نفع ما هم در اون هست. پس این مسئله، ببینید، این مسئله حمایت اسرائیل از گروه‌های تجزیه طلب به نظر من جزی افسانه‌ای نیست. اگر همزمان‌های این کار صورت گرفته، خیلی اگر میگم بوده، خیلی محدود بوده. شما، من اینو با آگاهی بهتون میگم، بیشتر از این که میگم نمیتونم بگم، ولی در این حد بهتون میگم که از احزاب کرد، حالا میگم احزاب، همین سازمان های مسلح
سرکردگانشون که اسم نمیارم شما بهتر میدونید، اینها خودشون رو تیکه و پاره کردن در طول حداقل این 7-8 سال اخیر که به اسرائیل نزدیک بشن، که بلکه دولت اسرائیل گوشه چشمی به اینا داشته باشه که نبوده همچین چیزی تا بقیه. این از این در حد حتی مصاحبه های رسانه‌ای هم اینها نتونستن موفق بشن. اینو باز با آگاهانه بهتون میگم، خودشون رو کشتن که بخوان با یک رسانه فارسی زبان اسرائیلی صحبت بکنن و این اجازه به اینا داده نشده، مگر در موارد انتخابی، اونم خود اون رسانه ها انتخاب کردن که بابت یک موضوعی برن و با اینها صحبت بکنن که اینها در واقع دست خودشون رو اونجا رو کردن. این در این حد بخوام براتون توضیح بدم. در اسرائیل همونطور که گفتید گروه های مختلفی هستند، کسانی هستند که شاید خواهان خدای نکرده تجزیه ایران باشن، ولی اونها آیا در قدرت هستند؟ آیا در دولت اسرائیل هستند؟ آیا این سیاست رسمی دولت اسرائیل؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. شما ببینید دولت اسرائیل سیاست رسمیش چیه؟ شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت میکنن به اسرائیل و به اون ترتیب از ایشون استقبال میشه. چند روز ایشون یک وزیر اسرائیلی، وزیر دولت اسرائیل در خدمت ایشون هست، هر جا که میره از لحاظ امن همه جوره دیگه. یعنی اگر ایشون که در مقام پادشاه هست برای ما، ولی به عنوان یک پادشاه، به عنوان پادشاه ایران یک سفر رسمی هم میکرد، حالا در این حد بیشتر از این بود، ولی خب کمتر از اون هم نبوده این سفر ایشون. خب برای کدوم یک از این اراذل و اوباش تجزیه طلب همچین سفری سوره؟ اصلا نه در حد سفر، میگم در حد یک گفتگوی رسانه‌ای حتی اینها رو قابل ندونستن. پس این یک افسانه هستش. حالا اون کسانی که در اسرائیل هستن، باز میگم نه در دولت اسرائیل هستن، نه قدرتی دارن، یه گوشه نشستن نون و ماستشون رو میخورن و حالا یه زری هم میزنن. من دیگه خیلی عامیانه میخوام بگم، پس این سیاست رسمی دولت اسرائیل نیست. حالا بپردازیم به جامعه اسرائیل. ایرانیانی که در اسرائیل هستند، که دهه ها هست در اونجا زندگی میکنند، اتفاقا از ملیگراها هستند. در هر خونه ایرانی اسرائیلی شما تشریف ببرید، اون قدیمی هاشون که بلا استثناء یک عکس پادشاه فقید رضا شاه در اون هست و اون مهر به ایران هنوز در خونه های اونها هستش. از غذای ایرانی بگیرید، فرهنگ ایرانی، کتاب ها نوشتند ایرانیان اسرائیلی در مورد فرهنگ ایران. همین الان در اسرائیل یک فرهنگ سرایی هست به اسم فرهنگ سرای ایران در اسرائیل، که تمام تلاشش این است که فرهنگ ایران رو در اونجا گسترش بده، در کشوری که جمهوری اسلامی میخواد اون رو نابود بکنه. ایرانیان در این حد و در اونجا تلاشگر هستند. این هم از جامعه ایرانی اسرائیلی در که در اسرائیل زندگی میکنه. مثلا به طور مثال بهتون بگم، یک شاعر هنرمندی بود که فکر کنم 2 سال پیش فوت شد در سن 102 سالگی، آقای مسرور، که ایشون شعر میگفتن و سالها در اسرائیل بودن. حتی زمانی که زنده یاد هایده به اسرائیل سفر کرد، آقای مسرور بود که ایشون رو دعوت کرد و ستار اونجا رفته، همه به دعوت ایشون بوده، خیلی تلاشگر بود. خاطراتی داشت که من باشون که مصاحبه میکردیم از زمانی که ایران بودن، رضا شاه یک جایی بودن که رضا شاه اومده اونجا، رضا شاه بزرگ. ببینید اینها همه تأثیر میگذاره بر روی سیاستهای دولت اسرائیل. وانگهی که تنها شخصیت ایرانی که در کتاب مقدس یهودیان اسم اون به عنوان پادشاه، به عنوان فرستاده خداوند اومده، به عنوان نجات دهنده قوم یهود اومده، شما بگید کی بوده؟ کوروش بزرگ. کوروش بزرگ به اسم مشیه اون رو در کتاب مقدسشون بیاد میکنن. یعنی بالاترین جایگاه رو به یک پادشاه ایرانی دادن. خب دیگه این کشور با همچین مشخصاتی میاد از 4 تا، حالا من این رو از آقای ایرج مصداقی قرض بگیرم، این به 4 تا چپول قزمیت و چپول تجزیه طلب قزمیت بخواد، امکان نداره همچین چیزی. این یک افسانه هستش و البته دیگه رنگ باخته. مردم ایران میدونند که چه کسی دوستشونه. مردم ایران، ملت ایران میدونند که اگر اسرائیل به ایران، به ایران نه، به جمهوری اسلامی ضربه بزنه، به چه کسانی و به چه جاهایی ضربه میزنه. و فکر میکنم، باز تاکید میکنم، هیچ ایرانی که دل در گروه این داشته باشه که صبح بیدار شه و
یک نفس راحت بکشه بگه دیگه اینها نیستند، با این اقدامات اسرائیل مخالفتی داشته باشه. اگر شما به عنوان ایرانی ناراحت شدید از هلاکت اسماعیل هنیه، از پیجرهایی که اون 4-5 هزار تروریست رو از بین برد، شما یک انیرانی هستی، شما یک 57 هستی، شما جز ملت ایران هستی متاسفانه، ولی دل در گروه ایران نداری. همین، بفهم. ممنونم. ببینید من یه مسئله رو بگم باز در تایید فرمایشات شما و صحبت نهایی. ببینید یه چیزی رو خود من شخصا از رضا شاه دوم درس گرفتم اخیرا، به خصوص در مدت اخیر. ببینید تیفای همون تیفای خاص اسرائیلی، برخی تیفای اسرائیلی تحرکاتی رو در قفقاز مثلا انجام دادن، خب برعلیه ایران بوده اون تحرک، اصلا کاری به جمهوری اسلامی ندارم. از اون طرف ما میبینیم بین اعراب بعضن هر چند وقتی بار سرصدای جزایر سگانه در میاد یا هم صحبت های مطرح میشه و اینا. من خودم واقعیت به عنوان کسی که شاید بیش از هر کسی سر ماجرای زنگزور، سر ماجرای قره‌باغ، سر تمام اینا فریاد کشیدم، در چندین برنامه مسائل مطرح کردم، واقعا با خودم هر موقعی که این برنامه رو میساختم فکر میکردم آقا اینا که دارن کار خود شروع میکنن، منظور من طیفا اسرائیلی، مثلا از اون طرف داره باکو و نخجوان و آنکارا به هم وصل میشه، از اون من همش باید بیام بشینم هر چند وقت یه بار شرح مصیبت بدم بگم ملت ایران این اتفاق داره میفته. چیزی که میخوام بگم اینه، رضا شاه دوم خصوصا تو این پیام آخر و ترتیب فعالیت‌های اخیرشون به من حداقل این درس رو دادن که یک راهی وجود داره برای حراست از منافع ملی و برای دفع خطرات امنیت ملی، و اون راه میتونه بسیار هم محکمتر و قویتر باشه از عربده‌کشی و مرگ بر گفتن، و اون تعامله. یعنی چی؟ یعنی پس فردا بعد از آزادی ایران ارتقای پیمان ابراهیم به پیمان کوروش میتونه این بندها شاملش بشه. یعنی میشه، خیلی بخوایم ساده صحبت کنیم، ما میتونیم به عنوان ایران آینده تضمین بدیم که آقا این بساط ایجاد گروه های تروریستی در اطراف اسرائیل و تهدید اسرائیل رو ما میذاریم کنار، از اون برم هلال شیبازی و آزار دادن اعراب رو هم ما میگذاریم کنار، در طرف مقابل آقای اسرائیل شما تو دهن اون تیفات بزن که میخوان در قفقاز کارهای انجام بدن، آقای اعراب شما هم دیگه در مورد جزایر سگانه ساکت شو بشین سر جا. یعنی چی؟ یعنی این بحثای تعاملاتیه که بزرگترین کمک رو در دفع خطرات امنیت ملی انجام میده. متاسفانه جمهوری اسلامی بخوایم نخوایم مخالفش هم باشیم، وقتی ما باهاش سر کله زدیم یه چیزی رو به ما هم منتقل کرده که ما فقط در مقابل دشمنانمون فریاد بزنیم. من خودم انقدر سر علی و فوده میدم سر این چیزا فریاد زدم، ولی خب داریم میبینیم که راه دیگری وجود داره که بسیار هم قویتر و محکمتر میتونه خطر، مگر آریان مهر بزرگ، جمال عبدالناصر با تفکر پان عربیستی تهاجمی رو نیکشوند به معاونش انور سادات فقید که بشد بهترین متحد ایران به جای اینکه بیاد مثلا این مسئله. اینم باز نظرتون رو بگید و جنبندی نهایی رو بفرمایید و با سپاسگزارم از وقتی در اختیار من. خواهش میکنم. نه دقیقا درست میگی، و باز من اینو وام میگیرم از شاهزاده رضا پهلوی رضا شاه دوم که بزرگترین دشمن ایران جمهوری اسلامیه و خطر تجزیه ایران هر روزی که بگذره از عمر این رژیم ننگین بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هم ببین مهمترین فاکتور ما ملت ایران هستیم دیگه. اگر الان در ایران رژیمی هست که نمیگذاره ما صحبت بکنیم، ابراز نظر بکنیم و میره از طرف ما، حالا از طرف ما که به زور در هیچ اقدامی نمی کنه، در مسائل جهانی در موضع ضعف هستش و بیشترین باج رو میده، پس اگر شرایطی فراهم بشه که ما ملت ایران بتونیم 90 میلیون ایرانی بتونن صحبت بکنن، صداشون رو بلند بکنن،
کدوم کشور خارجی غلط بکنه بیاد یک سانت از خاک ایران رو بخواد ببره یا بخواد، پس ما چیکاره ای بیم وسط اگر در اون شرایط، در شرایطی که یک دولت ملی باشه و تمام تلاش شاهزاده رضا پهلوی این است که ما ملت ایران بتونیم صدامون رو بلند بکنیم در هر مسئله، چه در مسائل داخلی چه در مسائل خارجی. وانگهی که اگر یک دولت ملی باشه به قول شما دیگه لازم نیست ما داد بزنیم، ما هرس بخوریم و بخوایم که چون الان ما یک دولت ملی نداریم، چون الان یک حکومتی نداریم، مجبوریم که این یک کار درستی است. همین فعالیت‌های ما بوده در طول این 45 سال از روز اولی که تمام این شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری، روزنامه نگار در طول این 45 سال این مشعل رو، این پرچم رو بالا نگه داشتن. همین ها بودن اتفاقا، و الا اینها که همون روزهای اول ایران رو هزار تیکه میکردن ولی نمیتونن. و در بودن یک دولت و حکومت ملی دیگه لازم نیست ما، البته که لازم همه ما به عنوان شهروندان ایران مسئول باشیم و بدونیم که چه در اطرافمون میگذره، ولی در اون شرایط و تمام تلاش هم این هست که یک دولت ملی باشه، در واقع همه این خطرات رفع میشه. و فکر نمی کنم، حالا اسرائیل رو به طور مشخص من بخوام راجبش صحبت بکنم، گفتم اصلا خواست تجزیه اصلا عاقلانه نیست. شما به هر، از هر دیدگاهی به این مسئله بخوای نگاه بکنی، یک ایران منسجم و واحد و یک پارچه بیشترین سود رو برای اسرائیل داره، چه از لحاظ اقتصادی. اصلا مثلا نمی اومدند از رضا شاه دوم چنین استقبالی بکنند اگه همچین مد نظرشون بود، و اون پیام نتانیاهو به اون حالت فوق‌العاده مطرح نمی‌شد. بله دیگه، بیشتر از این نمیشه راجع به این مسئله فکت و دلیل آورد که آقا اصلا این مسئله رو جمهوری اسلامی ساخته. 4 تا نادان و ناآگاه در اونجا هستن که اتفاقا شاید پول هم داشته باشن، ولی شما با پول و با کتاب نوشتن و اینها نمیتونی کشوری مثل ایران رو با 4 تا چپول و تروریست قزمیت بخوای ایران رو تجزیه بکنی، امکان نداره همچین چیزی. بعدش هم مگه ما مردم ایران مردیم که همچین اتفاقی بیفته؟ امکان نداره. این مسئله کاملا افسانه است و کاملا غیر واقعیه. حالا یک مسئله‌ای که من در پایان بخوام بهش بپردازم اینه که چرا نتانیاهو اینجوری یا دولت اسرائیل کمر همت رو بسته. خب دلیلش اینه که میخوان تکلیف این مسائل رو روشن بکنن، اما یک دلیل دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه، این البته تحلیل خودم هست، نمیدونم چقدرم درسته یا نه. شما به انتخابات ایالات متحده باید یه نگاهی بندازید. الان در ایالات متحده اونجا هم همین دعوا و همین نبرد وجود داره، نبرد بین تباهی و روشنایی، بین تاریکی و روشنایی. اونها هم به همین درد گرفتار شدن، همون دردی رو که آقای کارتر سه نقطه به ایران داد با همین آقای بایدن که ما به این روز افتادیم، حالا دامنگیر خودشون هم شده و این نبرد اونجا هم هست، انتخاب بین سیاهی، تاریکی و روشنایی. حالا دولت اسرائیل خب محافظه کارن دیگه، همه جوره همه احتمالات رو در نظر میگیرن و ضعیف هم اون رو نگاه نمیکنن. 1% هم اگر احتمال داده بشه، چون بایدن دیگه کاره ای نیست، عملا یک ماکته، شاید هم اصلا ماکت هم نباشه، یک کسی هست که همینجوری میاد و میره و یه حرفی هم میزنه. حالا بین کاملا هریس و دونالد ترامپ هست این نبرد، بین دو تا طیف فکری البته. 1% هم اگر دولت اسرائیل احتمال بده که کاملا هریس در کاخ سفید باشه، این رو به گفته تریتا پارسی میگم که همین دو سه هفته اخیر بارها صحبت کرده، میگه کاملا هریس بهترین گزینه هستش، خیلی بهتر از بایدن. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه به خاطر اینکه اون دید کلاسیکی رو که امریکایی ها و ریاست جمهوری های امریکا نسبت به اسرائیل دارن و در هر بزنگاهی اتومات میرن پشت سر اسرائیل وای میستن، ایشون نداره. بله ایشون یک چپول دو آتیشه هستش که با آخوندا هم عکس میگیره، آخوندای داخل امریکا روابط خوبی با جمهوری اسلامی داره و و و و و, و این احتمال رو اگر بده اسرائیل در اون شرایط که زبان املال، اگر کاملا هریس در کاخ سفید باشه، ده ها برابر کار اسرائیل سخت‌تر میشه. اون وقت دست بالا رو جمهوری اسلامی پیدا میکنه و به خاطر همین است در این هفته های آینده بسیار
سرنوشت ساز هستش که اسرائیل بخواد حتی اگر شده ضربات آنچنان محکمی رو به جمهوری اسلامی بزنه که ضعیف و ضعیف بشه، که حتی کاملا هریس که اگر به 1% هم اگر احتمال داشته باشه در کاخ سفید باشه، نتونه قدرت بگیره و اسرائیل بتونه در اون 4 سال که کاملا هریس در کاخ سفید هست بتونه کارهای دیگر رو انجام بده. این یک تحلیل جهانی هستش، به اصطلاح یک نگاه هم باید ما به انتخابات امریکا داشته باشیم و میتونه یک دلیلی باشه برای اینکه دولت اسرائیل این گونه کمر همت رو بسته برای نابودی تروریست ها و قطع کردن دستان این اختاپوس، و امیدواریم که سر اختاپوس در تهران آنچنان له بشه که ما بتونیم خودمون به عنوان ملت ایران بر سر له شده این اختاپوس رقص شادی و آزادی رو داشته باشیم. بی نهایت سپاسگزارم. یه قول رو همینجا ازتون میگیرم که قبل از انتخابات آمریکا هم باز گفتگوی داشته باشیم، درباره مختص آمریکا صحبت بکنیم. سپاس از شما و سپاس از همه بینندگان عزیز که این برنامه رو دیدید. پاینده و پیروز باشید. برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان، پاینده ایران جاوید شاه بدرود. سپاسگزارم. سپاس از شما.